بنیاد جهانی آیت الله شیرازی به مناسبت روز جهانی رادیو بیانیه‌ای صادر کرد در این بیانیه که نسخه از آن به دست شی ویوز رسیده آمده است روز 13 فوریه روز جهانی رادیو است آرسانه‌ای که تأثیری بسیار بر بیداری و فرهنگسازی جامعه دارد و امروزه با روی کار آمدن شبکه های متنوع تلویزیونی کار این رسانه برای رساندن پیام خود بسیار دشوار و در عین حال حساستر و دقیق تر شده است. این بنیان افزود یکی از اولویت های دین اسلام در امر نشر و فرهنگ و تعالیم اهل بیت علیهم منبرهای حسینی است که با تمسک به آن جامعه مسلمان از گزند دشمنان و مشکلات روزگار در امان خواهد بود. و این امر در روزگار ما خصوصا در امور عقیدتی و فکری جامعه کاملا مشهود و تاثیرگذار است بنیاد جهانی آیت الله العظما شیرازی ادامه داد مرجع راهل آیت الله العظما شیرازی قدس سر روح نیز احتمامی ویژه به رسانه‌های سمی و نوشتاری داشتند شخصیتی که عمر خود را وقف تعلیم و تعلم در مدرسه اهل بیت علیهم السلام کرد و سپس و در سال 2002 میلادی و طبق آخرین وصیت معظم الله اولین شبکه ماهواره شیعی آغاز به کار کرد و امروز شاهد وجود بیش از 100 شبکه ماهواره شیعی هستیم که وظیفه اساسی آنها رساندن پیام اسلام حقیقی یعنی اسلام اهل بیت علیهم السلام و, و نشر فرهنگ آنان در سراسر جهان است این بیانی افزود که لازم است بر کیفیت برنامه های تولیدی و محتوای آن بیش از پیش تمرکز شود و برای تأمین نیازهای فرهنگی و دینی جامعه در رده های سنی مختلف خصوصا رده سنی کودکان و جوانان فعالیتی بیشتر صورت گیرد. این بیانیه با اشاره به شبکه های شیعه ادامه داد شبکه های شیعی نیز باید با استفاده از تمام وسایل ارتباط جمعی و رسانه در زدودن شبهات و نشر تعالیم، فکر و فرهنگ اصیل اهل بیت علیه السلام کوشا باشند. این بنیاد در پایان با اشاره به توصیه های مرجعیت شیعه آیتولال ازما شیرازی مدزلوه آورده است، مرجع عالی همیشه تاکید دارند که مراکز فکری و حسینی ها باید در تأسیس و حمایت از شبکه های شیعی پیش قدم شوند و در امر رساندن صوت حق و رسالت اهل بیت علیهم السلام به سرتاسر سر جهان با زبانهای گوناگون تلاش کنند